خداوند از بینشون برد. سرسر یه بادیه که میگن بهش میگن باد سرسر، حالا نمیدونم اپرندی خیلی باد قوی باید باشه، حالا کسی میدون راجبش چیه؟ من پیدا میکنم میدم خدمت. مرسی. میگه کیست که باد سرسر نشنیده باشه راجبش؟ سندستور میشه. آه اوکی، پس طوفان شن میشه. مرسی. آدیان را میره و قوم آد و طوفان شن به این برد. مرسی. چشم باری در چنان پیلان گشا که بودندی پیل کش اندر وقا. میگه این چشم رو باز کن، یه دفعه این فیلا رو قشنگ ببین که اینا خودشون فیلایی بودن که از لحاظ صفت فیل کش بودن، یعنی میتونستن فیلای دیگر رو عبدین ببرن. درسته؟ بقا میشه جنگ. آنچنان پیلان و شاهان زلوم زیر خشم دل همیشه در رجوع. میگه این حالا باز راجع به این جنگی که با فیلا کردن، میگه آنچنان پیلان و شاهان زلوم اونقدر این فیلا و شاهایی که ظلم میکردن و ظالم بودن زیر خشم دل همیشه در رجوع. خشم دل اینجا خشم این اولیاء الله. دوباره میگه زیر خشم اینا همیشه در رجوم، یعنی سنگسار شدن به خاطر خشم اینا. سنگسار شدن هم یعنی از بین رفتن. تا ابد از ظلمتی در ظلمتی میروند و نیست قوسی رحمتی. حالا آدمایی که به حقیقت و مردگانند، اینا یکی از کارهایی که میکنن از ظلمتی به یه ظلمتی دیگه میرن، یعنی از یه تاریکی به یه تاریکی دیگه میرن. خب عاقبت از ظلمتی در ظلمتی میروند و نیست قوسی رحمتی. قوس هم یعنی یاری خواستن، کمک خواستن. دعای جوشن کبیر میخونید میگین القوس القوس القوس. میگه اینا وقتی که گمراهی توشونه، اینا راهی که ندیدن، چیزی رو که نمیبینند، کورم هستن دیگه. درسته؟ از یه تاریکی به یه تاریکی دیگه میرن و دنبال چی میگن؟ دنبال این میگن که دستشون رو بگیره و کسی هم نیست که دستشون رو بگیره، چون اینا نمیبینن، چیزی رو ندارن باهاش کار کنن، هیچ اسبابی در چندتشون نیست. ما اگه چشم دلمون باز نشه، ما تو ظلمت، ما تو تاریکی هستیم. حالا هر جوری میخواییم راجبش فکر کنیم. حالا راجب چشم دلمون هم خیلی صحبت کردیم. مولوی یه حرفی که میزنه میگه سعی کن یه کاری کنی دلت یه روزنه ای فقط توش باز بشه. فقط یه روزنه کافیه. یه روزنه نور بیاد میتونه کمکت کنه که از این ظلمت بتونی در بیای. چشم دل ما باید یواش یواش باز بشه. اگه باز نشه همینه که هست. چشم دل باز کن که جان بینی اون چه نادیدنی است آن بینی. اون حافظ. مرسی. خیلی ممنون. نام نیک و بد مگر نشنیده ای؟ جمله دیدند و شما نادیده ای؟ میگه شنیدید میگن نام نیک و بد. اینجا نام در حقیقت دو تا چیز میشه، یکی داستانهای نیک و بده یا یکی این نقل قولهای نیک و بده. میگه اینا رو زاره نشنیدی؟ یه سری دیدند و عبرت گرفتند و شما هنوز ندیدید. کیان اینا؟ اینا باز قوم سبا هستند که اینا شکش نمی کنند. خب ما داریم الان تمام این بحث الان ما راجع به این شکر کردنه. یعنی چی؟ و اینم بهتون قبلا گفتم، ببینید الان در همین این قرن تمام کسایی که دارن راجع به حالا چیزای اسپریچوالیتی یاد میدن،
اوکی معلم هایی که اینا رو یاد میدن آدمایی مثل اینجا وین دایر رو ازش مثال زدیم تونی رابینز رو مثال زدیم دیپاک چوپرا رو مثال زدیم همه یکی از چیزایی که همه اینا میگن اینه have grace یعنی شکر کنید اون چیزیو که خدا بهتون داده ازش متشکر باشید این حرف اوناست حالا طریقه شکر کردنی که اونا دارن به ملت میگن چیز دیگه است ولی باز حداقل به یه نتیجه رسیده طرف که من باید شکر کنم گیر عالم پر بود خورشید و نور چون روی در ظلمتی ماننده بود میگه ببین بیا اسوم کن یا این فرضیه رو داشته باش که تمام این عالم پر نوره تو چرا رفتی تو تاریکی و گور؟ چرا خودتو بردی توی تاریکی و گور که این چیزها رو نبینی؟ چرا این نور رو نمیبینی؟ بی نصیب آیی از آن نور عظیم بسته روزن باشی از ماه کریم از این نور عظیم هیچ بهره ای نمیبری حتی یه روزن هم از ماه نمیبینی از نور اصلی منظورشه همه این چیزا برمیگرده به نور اصلی که از حق و حقیقت برای ما رسیده ما قبول کردیم اینو که ما خودمون جزئیه کلیم ما خودمون وابسته به یه حقیقتی از اون جدا شدیم اومدیم اینجا اینجا قرار تجربه دنیایی بکنیم و بعد برمیگردیم به اون کلی که ما ازش جدا شدیم قبول؟ حالا در زبان دینی اگه بخوام بگم در زبان دینی ما خدا میگه وقتی من به شما رو به دنیا آوردم یا به وجود آوردم از روح خودم در شما دمیدم یعنی چی؟ یعنی شما هم از منید ما اینجا میایم با این بدن خاکی بدن رو میذاریم خودمون برمیگردیم قبول؟ این دوتا ساید این اسپکترومه دیگه They say exactly the same thing. تو درون چاه رفتی. ببخشید. تو درون چاه رفته. تو درون چاه رفته استی ز کاه. چه گناه دارد جهانهای فرا. میگه تو یه کاخی و گفتن این مال توه. تو خودت رفتی تو چاه. تصمیم گرفتی اونجا زندگی کنی. این جای بزرگ به خاطر همین نمیتونی دنیا رو بلیم کنی که این دنیا منو فرستاده اون تو خودت رفتی من بهتون گفتم توی دفتر سوم مولوی یکی از کارهایی که میکنه راجبه جبر و اختیار شروع میکنه حرف زدن خب یه اشاره کوچیکی به جبر کرد تو داستان دقوقی یه اشارهی داره اینجا شروع میکنه راجبه اختیار کردن تو این داستان خب، هنوز هم ما نمیدونیم اینا چی هم لطفاً هیچی رو کانکلود نکنید یا ازش نتیجه گیری نکنید فقط حواستون باشه بهش تو درون چاه رفتستی زکاه چه گناه دارد جهانهای فراخ جان که اندر وصف گرگی ماندو چون ببینه روی یوسف را بگو اگه این جانتو گذاشتید در اختیار گرگ گرگم اگه یادتون باشه نفس و مولوی گرگ میدونه که میاد میگه دلتو پاره پاره میکنه نمیذاره کارشو بکنه گرگ نفست این ایگو ور میداره دلتو خاموش میکنه چشم دلتو نمیذاره باز بشه میگه اینو دادی دست گرگ پس تو این وسط وقتی که اینو دادی دست گرگ فکر میکنی یوسف میتونی ببینی؟ لحن داوودی به سنگ و که رسید گوش آن سنگین دلانش کم شنید میگه اگه ما یادتونه دفتر اول این صحبت کردیم که انسان کامل دید خوب باید داشته باشه خوب باید بشنوه خوب باید ببینه اینجا راجع به شنیدن میگه کوه و سنگ لحن داوودی رو میشنیدن و باهاش هم آوازه میشدن تو وقتی نمیشنوی تقصیر خودته آفرین بر عقل و بر انصاف باد هر زمان والله اعلم بر رشاد
میگه اون کسایی که به این چیزا رسیدن دو تا خاصیت رو یا دو تا چیز رو تو خودشون پروروندن، یکی عقل یا خرده و دومی انصافه. حالا چرا این دو تا چیز الان مهمه؟ انصاف یعنی چی؟ ما میدونم یکی از اگه بخوایم مثلا به کسی بد و بیرا بگیم یا بی انصاف، درسته؟ انصاف یعنی چی؟ عدالت و جاستیس دیگه. جاستیس واو. انصاف با وجدان، نه انصاف وجدان نیست، نه. ولی شما میگید جاستیس، عدالت. خب عدل یعنی چی پس؟ هر چیز به جای خودش. خب یعنی چی؟ شعر یعنی مساوات. انصاف یعنی مساوات. به نظر من انصاف مساوی، البته با سینه، این با ساده. به نظر من یه معنی نداره. کامبینیشن اف ثینگز هستش و به نظر من دلبستگی دارن یکیش باشه. انصاف از ریشش از نصفه است. یعنی چی نصفه؟ نصفه از اگه نس معنی بده یعنی دو طرف یکسان، چرا تعادل منظورشه. دو طرف یکسان فهم. نمیدونم. آخه دو طرف یعنی کدوم طرف؟ هر دو. طرف من رو شما نمیدونم. اوکی، یعنی چی؟ اگه اختلافی داریم با رعایت عدالت مثلا رو حل کن. برگردیم به اون چیزی که شما گفتید. شما گفتید عدل، درسته؟ بعد ایشون هم گفتن که عدل هم یعنی هر چیزی به موقعش، درسته؟ مولوی هم یه چیز داره میگه عدل چه بد وضع اندر موقعش. این حرف مولوی هم میزنه. خب حالا اگه قرار وضع در موقعش بشه، یعنی اگه من دارم میگم پس هر چیزی به موقعش، اگه من دارم میگم هر چیزی به موقعش یعنی دارم چی میگم؟ اگه قرار باشه هر چیزی به موقعش باشه یعنی چی؟ یعنی هر چه اتفاق افتاد اراده خداست، شما کار نداشته باشید. شما کار نداشته باشید؟ کار که داریم ما، نمیتونیم بگیم کار نداشته باشید، ولی خوب میگیم، بد نمیگیم. وقتی دارم میگم هر چیزی در موقعش یعنی چی؟ یعنی من یه تصمیم گیرنده دیگه سرندر دارم. یعنی you surrender، میگی اون چیزی که باید بشه داره میشه. در حقیقت اتفاقی که اگه یادتون باشه داستان دقوقی رو داشتیم صحبتشو میکردیم، دقوقی یادتونه صحبت کردیم، گفتیم دو نوع اولیاء الله داریم. حالا اولیاء الله رو صحبتشو میکردیم، گفتیم دو نوع هن اینا، یه عدهشون به دعا معتقدن، یه عدهشون به دعا معتقد نیستن. مولوی هم نگفته کیه کیه، یعنی این بهتر یا اون بهتر نیست، فقط میگه یه عدهشون میگن هر اتفاقی که میفته خیره و باید اینطوری میبوده. پس اینا حالت فقر و فنا، وقتی که صحبت فقر و فنا رو میکنیم، اگه بیایم هفت شهر عشق و یا اون هفت مرحله‌ای که عطار داره میگه که از وادی طلب شروع میشه و به فقر و فنا تموم میشه، اگه ما به فنا رسیده باشیم یعنی چی؟ یعنی من نیستم دیگه، من وجودی ندارم، همه چیم اونه. مثالی هم که اونجا راجبش میزنیم اینه، میگیم آقا، مثالیه که دکتر سروش هم اینو میگه، میگه که ببین اگه یه شیری اینجا بیاد جلوی شما، من فکر نمیکنم شما راجب خودت دیگه فکر کنی، همه چیز راجب این شیر است که این الان میخواد چیکار بکنه؟ میپره به من، میره، گشنه است. What does he want to do with me؟ درسته؟ فکر خودت دیگه اصلا نیستی، خودت اصلا یادت میره، درسته؟ صحبت فنا شدن اینه که دیگه منی نباشم. داستان اینم که منی نباشم هم مولوی زیاد گفته. چیه؟ گفته ببین اگه تو میخوای به معشوقت برسی، تو این خونه ای که معشوق تو هست دو نفر جا نمیشن، یه نفر باید باشه، دو تا سر نمیتونه باشه، یه سر باید باشه. خب همه اینا رو قبول کنیم، پس الان انصاف یه معنی بهتری داره، نه؟ معنی انصاف الان یه کمی باهاش راحت‌تر نیستیم.
نه؟ خب یعنی چی؟ نه هیچ دو چیز مختلف نشد. نه اینایی که گفتین چه شکلی آقا رفتار به انصاف. ببینید گفتن که انصاف یعنی عدل و عدالت. عدل اومدیم تعریفشو کردیم گفتیم عدل چه بعد وضع در موضعش هر اتفاقی موقعی که باید اتفاق بیفته. اومدیم گفتیم اگه شما به موقعی رسیده باشی که قبول کنی هر اتفاقی که واسط داره میفته درسته، اون موقع پس یعنی آدم منصفی هستی دیگه. یعنی شما بیسیکلی یو سرندر، یعنی رسیدی چی؟ به فقر و فنا رسیدی. یو اکسپت که سامبادی ایلس از این چارج. نه، یو اکسپت که اتفاقی که باید بیفته داره میفته. اصلا صحبت کسی این دوباره باید بگم نه، اتفاقا راه درستش همینه. آیا حالا من دارم اینجا چیز میکنم؟ اگه میتونیم کمکم هم بکنید بکنید. گفتیم انصاف، بعدیم گفتیم عدل. ایشون هم اومدن گفتن که ریشش از نصفه است، یعنی که این بر اون بر باید یکی باشه. خب یه سوزین عدل و عدالت. خب بعد اومدیم عدل رو گفتیم یعنی چی؟ اگه ایشون گفتن که عدل یعنی هر چی گفتید شما؟ هر چیزی به جای خودش. هر چیزی به جای خودش. منم اومدم یه چیزی اضافه کردم گفتم عدل، مولوی میگه عدل چه بر وضع اندر موضعش هر اتفاقی موقعی که باید بیفته. خب پس ما معنی عدل درست نفهمیدیم. خب اجازه اصلا ما نمیدونیم عدل یعنی چی. آره ولی دارم میگم خب آخه معنی این انصاف میخوام بدونید که اینجا بی انصاف نیست، یعنی این نیست که من جوری که ما انصاف رو داریم در محاوره استفاده میکنیم این معنیش اینجا نیست. من تنها حرفم اینه که اینو یه جور دیگه شما نگاه بکنید بهش. کوشش انصاف آها اینو یه جور دیگه فقط ببینید، کار دیگه نشتش. قبول؟ بعضی هم این معنی رو گرفتن، مثل این که بعضی هم حالا ایشالا میگیرن. ببخشید اینجا یعنی انصاف معنی هم مرحله تسلیم و رضاست که در مقابل خدا مرحله مرحله فقر و فناست. آره. آفرین بر عقل و بر انصاف با از خود بیخود شدن. نه از این که من به نه 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 فقط اینو نگاه کنی که whatever happens had to happen. هم اینو انصاف بگیرید قبول؟ و شما به عنوان یک انسان اینو پذیرفتید. نه مجبور نیستید، شما هیچ چیزی اینجا مجبور نیستید، ولی به عنوان یه انسانی که به این مرحله رسیده میگید اوکی هر اتفاقی که باید بیفته درست. چون فرضیه های قبلش هم قبول کردیم اینم باید قبول کنیم. باز میگم خودتون بهش برسید خیلی بهتره، یعنی این مثلا این چیزی باشه که خودتون بهش رسیده باشین از لحاظ معنی و مفهومش. خب اگه تا ته شعر رو تا ته بخونن اتصال این دوتا چیز به هم دیگه اون معنی که شما میخوانید بهشون بهتر میرسید. خب حالا پس ذریعهش رو بذاریم بخونیم. هر زمان والله اعلم بالرشا، یعنی هر زمانم این اتفاق میتونه بیفته و الله اعلم به رشادم، یعنی خداوند راه راست رو خودش میدونه. بازم میگیم الله اعلم به قول خودمون اینجا. خب حالا پنج تا بیت اینجا که اگه میخواین من ترجمه اینا رو دارم. آره الان خدمتون. پنج تا بیته که مولوی اینا رو در حقیقت داره مثلا داره داستان قوم سبا رو میگه داره چیز میکنه، ولی به ماها داره میگه یه جوری. میگه صدق و رسلن کرامن یا سبا، صدق و روحن سباها من سبا. معنیش اینه ای قوم سبا آن رسولان بزرگ را تصدیق کنید، اینا رو بپذیرید، بدونید اینا هستن، این انبیا و اولیا رو منکرشون نشید.
تصدیقشون کنید. بدونید هستن، در میون شما هم هستن و شما ها نمیشناسینشون. صدقوهم هم شمونسون طالعه یؤمنوکم من مخاز القارعه، یعنی من مخاز القارعه، رسولان بزرگ الهی را به منزله خورشید پرتو گستر تصدیق کنید تا ایشان شما را از مایه های خاری و رسوایی روز رستاخیز در پناه خود گیرند. خب صدقوهم هم بدورون ظاهرا قبل ان یلقوکم به ساهره، رسولان بزرگ را تصدیق کنید که آنها ماه تابانند بیش از آن که فرشتگان شما را به عرصه قیامت افکنند. صدقوهم هم مسابیح الدجا اکرموهم هم مفاتیح الرجا، رسولان بزرگ را تصدیق کنید که ایشان چراغ‌های ظلمات و تاریکی هستند، آنان را گرامی بدهید که ایشان کلیدهای امیدند. خب حالا صدقو من لیس یرجو خیرکم لا تزلو لا تسدو غیرکم، رسولان بزرگ را تصدیق کن که از شما امید و انتظار نیکی ندارند، گمراه نشوید و دیگران را از طریق حق باز ندارید. میگه خودتون گمراه نشین، کسای دیگر هم از طریق حق باز ندارید. این کسای دیگر را باز ندارید اینه، اگه شما این چیزی رو نمیدونید بر ندارید به کسی دیگه بگید میدونم. این خیلی مهمه، اگه نمیدونید بگید نمیدونم یا بهش نرسیدم. حالا میگه پارسی گویم، میگه حالا برای چی من همین عربی گفتم؟ بله قاره، اگه من بدونم حالا کدوم کجا بود قاره؟ قاره کوبنده، یکی از نامای قیامت. پارسی گوییم، یه فارسیشو بگیم راحت تره. هین تازی را بهل، از اینجا یه را بد داشته باشه نداره، یه بی خیال عربی بیسیکلی. هندوی آن ترک باشه آب و گل، اینجا هندو بودن یعنی غلام باش، ترک هم یعنی خداوند. میگه ببین بندگی خدا رو با آب و گل هم ماییم. این گواهی های شاهان بشنوید، بگرویدند آسمان ها بگروید. میگه این گواهی های این شاه ها رو، این چیزایی که دارن بهتون میگن، تمام نصیحت هایی که بهتون کردن، اینا رو بشنوید، بدونید که آسمان ها به این چیزا گرویدند، رسیدند، قبولش کردند، شما مثل آسمان ها این کار رو بکنید. آسمان ها یعنی اینو یه چیزی هم که مولوی آردی استبلیش کرده، ما میگه ببین زمین و آسمان خدا رو تسبیح میکنن. من این حرف رو قبلن هم زدم، اینجا بازم میزنم، این میز داره خداوند رو تسبیح میکنه. حالا یه عده به من میگن داری کفر میگی، منم میگم اشکال نداره. خب it talks، ما نمیشنویم، من این کار خودشو داره میکنه و کار غیر از تسبیح کردن هم بلد نیست. مشکل اینجاست، ماها کارهای دیگه بلدیم. حالا به ما میگن اشرف مخلوقات، این فقط کارش اینه که تسبیح خدا رو بکنه و داره میکنه و حرف میزنه. یه چیزی بگم بخندیم، یه اینا میدونید که یه فستیوالیه به نام برنینگ من، شنیده کسی راجع به آره برنینگ من؟ توی یکی از صحراهای نزدیک این ایالت، تو ایالت نوادا نزدیک رینو، یه صحرای گنده و یه عده اومدن، یه مثلا 10 سال پیش 10-12 سال پیش اومدن گفتن ما میخوایم بریم اینجا خدا رو پیدا کنیم. اصلا صحبت سر خودشناسی و خداشناسی بوده، حالا کاری ندارم. اینا میرن اونجا و فلان، سال بعدش این جریان بزرگتر میشه، الان فستیوال شده. فستیوال هم به حالت این که ملت از الان ساین اپ میکنن واسهش، واسه اون موقع مثل کوچلا شده دیگه. کوچلا که البته اون بیشتر میوزیک فستیواله. بعد حالا
اینا یکی از چیزایی که خیلی خنده داره که یه طرفی رفته بود اونجا و به من میگفت تو باید بری. گفتم واسه چی؟ گفت به خاطر اینکه تجربهش یه چیز دیگه است. گفتم چه تجربه‌ای کردی تو؟ گفت من اونجا رفته بودم سنگ با من حرف میزد. منم سوال کردم چی زده بودی؟ گفت ماشروم خورده بودم به سنگ. نه ماشروم این یه از این دراگا و این چیز هست. مولوی حرفی میزنه میگه آدم ها به خاطر اینکه خودشون رو بی خود کنن ور میدارن از مخدرات استفاده میکنن. بی خودی اونطوری فایده نداره. از خودی به بی خودی رسیدن باید با دل باشه. مخدرات تو رو به اونجا نمیرسن. به خاطر اینکه وقتی به اونجا برسی بعد اون چیزی که از بین میره موقته. اون چیزی که باید بمونه رو دنبالش باش. ولی این طرف علناً به من داشت میگفت من با سنگ نشستم و حرف زدم. خب جالب بود برای صحبت کردنش. حالا هر چی بود میگفت آره صحبون میگفت منم میگفتم. گفتم خب چی تعریف میکرد چه اتفاقی افتاده بود و اینا. ولی آدم ها همش دنبال اینن که جواب این سوال ها رو برای خودشون پیدا کنن. بازم میگم ما بد نیست این چیزا رو بدونیم. ولی مولوی میگه اول خودتو زنده بکن بعد برو دنبال این چیزای دیگه. مثل اون داستان حضرت عیسی که یه طرف میاد بهش میگه ببین به من یاد بده من چجوری این استخونا رو زنده کنم. حضرت عیسی رو به خدا میکنه میگه ببین این خودش مرده خودش رو هنوز زنده نکرده میخواد مرده یکی دیگر رو زنده کنه. بیشتر ماها این اول خودمون رو زنده بکنیم بعد به کسی کار نداشت. حالا من میخواستم فقط یه بل بل. اشاره با اجازه شما بکنم. باید یه سوالی کردم به جبه القاره ها سوره هست با آغازش القاره اتو ملقاره با ما ادراک ملقاره یعنی راجع به سوپرنوا میگه. سوپرنوا هم که میتونید استکاف دو تا ستاره عظیم هست که یک نور بسیار عظیمی در اشاره قرآن به همین سوپرنوا هستش. اینجا میگه که صدقوه هم شموس و طالعه یعنی شمس های روشن نورانی یؤمنوکم یک ایمان بیاورید یؤمنوکم من مخازل قارعه یعنی مخزن نورهای بسیار عظیم. شما ترجمه کردین دیگه اینا؟ بله بله. فقط سوالی کردن راجع به القارعه خواستم بگم که این جواب توضیح بیشتر هست اینجا سوره 101 الان بازم خب اگه کسی میتونه بخونه این قشنگ توضیح بیده یه چیز خیلی کوچیکه. خب بخونید ایش مشکل بسم الله الرحمن الرحیم. کوبنده چیست؟ کوبنده تو چه دانی که کوبنده چیست؟ کوبندگی اون ستاره هاست. روزی که مردم چون پروانه های پراکنده گردن و کوها مانند پشم زده رنگین شود. اما هر که سنجیده پایش سنگین براید پس وی در زندگی خوشی خواهد و اما هر که سنجیده هایش سبک براید پس جایش حاویه باشد. و تو چه دانی که آن چیست؟ آتشیست سوزنده. منظورم کلمه القاره. بله ممنون. این سوال کردن از این سوپر نووا که میگید این به بیتای قبلی بیشتر میخوره به خاطر اینکه یکی از چیزایی که میگفت این بود که ما تو یه مخزن نور یعنی مخزن نور دوروبر ماست. حالا با این میخوایم چیکار بکنیم؟ دنبال این فرمایشات شماست که دنبال نور و حقیقت بگردید. هستن افرادی که به قول شما اولیاء الله اون موقع ها انبیای خدا که اینها مخزن نور بودن مخزن و الان هم پراکنده هستن و هستن وجود دارن و وجود دارن. این مهمه. راست میگی. بله اونجا اگر میخواست به اصطلاح معنای مخزن داشته باشه بدون نور باید میذاشت اونجا. به نظر لؤمنکم
میتونه معنی ایمان رو بردن بده، میتونه معنی امن کردن هم بده. من فکر کنم همون معنی رو شما خوندید اول نزدیکتر باشه، یعنی صدقو هم شموس هم طالعه، اون پیامبران رو تصدیق بکنید که اونها شمس نوران آفتابای روشن هستن. یؤمنو کن، یعنی اونها شما رو ایمان میکنن. فکر میکنم مخازی جمع خزی از تحقیر شدن کوچک، این تو درد سر افتادن، همون تو درد سر افتادن یه روز قابل. ممنون. به هر حال همه معانی هم البته آخر سر یه طرف میره از لحاظ معنی آخرش. شما جواب سوالتون رو گرفتیم که ما جزیم از کل درست؟ آره خب درسته تا جواب گرفتیم. خلاصی خب حالا یه اینجا مولوی راجع به حزم و مرد حازم صحبت میکنه. حزم یعنی دوراندیشی. حالا اگه ما قرار دوراندیش باشیم، شما دوراندیشی دو تا یعنی سری صفات باید داشته باشید تا دور